انتظار می رود که سلسله صدور ویزه ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغان ها موسوم به SIV در پایان سال جاری متوقف شود. کنگرس آمریکا این ویزه ها را به 38,500 تن از افغان هایی که با آمریکایی ها در افغانستان کار می کردند اختصاص داده است. خبرگزاری رویترز و نقل از وزارت خارجه آمریکا نوقت روز گذشته خبر داد که تنها صدور حدود 8,000 ویزه SIV باقی مانده که تا پایان ماه آگست سال جاری میلادی یا سومین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توزیع خواهد شد. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز صدور 20,000 ویزه ویژه دیگر را برای افغان‌ها درخواست کرده است. اما بر اساس خبرگزاری رویترز بعید به نظر می‌رسد که کنگرس آمریکا این درخواست را بپذیرد. بر اساس این خبر اگر آمریکا صدور ویزه های ویژه به افغان ها را متوقف کند، ده ها از 2001 الی 2021 میلادی با آمریکایی ها کار کردند در معرض خطر انتقام جوی طالبان در افغانستان قرار خواهند گرفت. سازمان ملل متحد گزارش داده که در سال 2023 در تمام جهان 8565 تن انگام مهاجرت های غیرقانونی جان باختند که یک بخش بزرگ آن پناهجویان افغان بودند. سازمان بین المللی مهاجرت دیروز در اعلامیه گفت که این آمار تلفات در مقایسه با سال 2022 20% افزایش را نشان می داد. در این اعلامیه شمار دقیق افغان‌هایی که جان باختند مشخص نشده، اما شهروندان افغانستان و سوریه بزرگترین قربانیان مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا دانسته می‌شوند. پس از تغییرات سیاسی در افغانستان که بر وضعیت اقتصادی و بشری مردم تأثیر بزرگ گذاشت، بسیاری از جوانان راه کشورهای خارجی را پیش گرفتند و در مسیر راه‌ها خطرهای زیادی را تجربه کردند. یکی از راه‌های خطرناک رسیدن به اروپا با حیره مدیترانه است که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 3000 تن در جریان سال گذشته در آنجا جان ناپدید شدند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در 2.5 سال گذشته تمویل کننده ها نزدیک به 8 میلیارد دلار به این کشور فراهم کردند. روزا تنبایوا که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت که با این کمک ها حدود 32 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان تحت پوشش قرار گرفته. تمویل کننده ها نزدیک به 8 میلیارد دلار برای نیازمندی های بشری و خدمات اساسی بشری در افغانستان فراهم کردند. اتنبایوا افزود که با این کمک ها غذا، آب، خیمه و زمینه های کاری برای میلیون ها نیازمند در افغانستان فراهم شده است. او بار دیگر از جهانیان خواست که به مدد رسانی در افغانستان توجه کنند و مردم این کشور را تنها نگذارند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا از میان حدود 42 میلیون جمعیت افغانستان یک سوم آنها با خطر مواد غذایی روبروند و نمی دانند که دور بعدی غذایشان را چگونه به دست آورند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در سال 2023 برای درمان صدها هزار تن از کودکان مبتلا به سوی تغذیه مواد غذایی آماده شده را به آنها توزیع کرده. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که بیش از 90 میلیون بسته غذایی آماده شده را برای درمان 715 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه توزیع کرده. یونیسف با سپاسگزاری از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، سفارت ژاپن در کابل و چندین اداره و نهاد دیگر گفته که آنها در آماده کردن این کمک ها همکاری کردند. نیکی هیلی پس از آن از نامزدی میان حزبی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز دست کشید که رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا آرای بسیاری ایالت‌ها را در روز سه‌شنبه فوق‌العاده یا سوپر تیوزدی کسب کرد. نیکی هیلی که هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل بود، دیروز در چارلستون اعلام کرد که پس از این از رقابت برای نامزدی در انتخابات دست می‌کشد. در انتخابات میان حزبی ترامپ آرای 14 ایالت را از میان 15 ایالت به نفع خودش کسب کرد.